با سلام، امروز مختصری در مورد نژاد سگ شیتزو که شیتزو هم تلفظ میشه صحبت میکنیم. این سگ به لحاظ نوع کاربری توسط انسان جز سگای عروسکی یا حیوان خانگی محسوب میشه، پس یه سگ مناسب نگهداری در آپارتمانه. اما چرا؟ در ادامه میگم چرا. زادگاه اصلی یا همون خواستگاه این نژاد ناحیه تبته و برخی بر این باورن که از تلاقی دو نژاد پیکینیز و لحاظ آبسو به وجود اومده که این دو نژاد رو در روزهای بعد بهتون معرفی میکنم. صورت تخت یا پخ و چشمای درشت گرد و ظاهر پشمالو و مو بلند صاف و ابریشمی براق و کوچکی جسه نشانه تیپیک این نژاد سگه. این سگ بسیار بازیگوش و باهوشه و با افراد خانواده خونگرمه. بین 23 تا 26 سانتی متر بسته به ماده یا نر بودنش قدشه و بسته به جنسیتش هم بین 4 تا 7 کیلوگرم وزن میگیره. بین 12 تا 18 سال هم متوسط عمرشه. این سگ با ظاهر شبیه به یه شیر کوچولو با صاحب خودش مهربونه. میشینه باهاش تلویزیون میبینه. برای افرادی که تازه سگی رو به سرپرستی میگیرن سگ مناسبیه. حساسیت کمی به شرایطی مثل سرما و گرما داره. با همه از کودکای خانواده بگیرین تا سایر نژادهای سگ و حتی سایر حیوانات خانگی و حتی غریبه رفتار دوستانه‌ای داره. ریزش مو و ریزش دهان کمی هم داره و باهوش آموزش پذیره، اما مستعد چاق شدنه. چندان هم پارس نمیکنه. حالا دیدید به چه دلایلی گفتم برای نگهداری در آپارتمان مورد مناسبیه؟ پس نگهداری خاص و سختی هم نداره. شیتزو به چینی یا همون تبتی که خواستگاه این حیوان هست به معنی شیر کوچیکه، چون ظاهری شبیه به شیر داره. با وقار و پرمو و صاف و سر رو به بالا میسته و با صلابته. به دلیل تخت بودن یا اصطلاحی که ما دامپزشکا بهش میگیم براکیوسفال در مورد صورت و بینی این حیوان دچار مشکلات بینی و تنفس میشه. قبلا در مورد تقسیم بندی نژادهای سگ بر اساس اندازه پوزه مفصل در یوتیوب صحبت کردم، میتونید بهش مراجعه کنید. گوشهای افتاده و پرموی تیپیک این حیوان هم مستعد بروز مشکل اوتیت یا التهاب گوش مخصوصا گوش میانی هست. دوم پرموی رو به بالا و آبشار مانندی هم داره که تیپیک این نژاده. رنگای مختلفی هم داره، از سیاه و سفید دیده میشه تا حتی جگرکی رنگ و نقره‌ای رنگ. بین 2 تا 4 ماهگی باید شروع به آموزش حیوان بکنید و مثل تریر اگه تنها بمونه زیاد پارس میکنه. موهاش نباید زیاد بلند بشه، چرا که جلوی راه رفتن درستش رو میگیره و باید هر روز شونه بشه تا نمدی و گره نشه. ریزش اشک این نژاد زیاده و اگه موهای کنار چشم کوتاه نشن مشکل چشمی براش ایجاد میکنن، چون با سطح چشم استحکاک ایجاد میکنه. پس مثل پودل هر روز هر چشم رو با یک دستمال یا پارچه یا پنبه استریل غیر الکلی جداگانه از داخل به سمت بیرون چشم خوب تمیز کنید. هر 2 هفته یه بار هم حموم ببریدش و هر چند ماه یه بار هم موهاش رو مرتب و کوتاه بکنید. از مشکلات دیگه‌ای که این نژاد میتونه بهش مبتلا بشه و مستعد هست میشه به کلاپس یا روی هم خوابیدن حلقه‌های نای، دیسپلازی مفصل لگن، حساسیت پوستی، آب مروارید و آتروفی شبکه چشم اشاره کرد. فردا به امید خدا در مورد نژاد اشپیت صحبت میکنم. حمایت از پیج و کانال یوتیوب هم لطفا فراموشتون نشه. با تشکر.